یو برابک سالتون چطوره؟ آریا محمد هستم. امروز با هم میخواییم بریم گالاتا تاوه رو ببینیم. یه ولاگ خیلی خفن داریم. دوست گلمون هم همراهمونه. یه سلام کن به دوربین. سلام مکیا، چطوری؟ اجرای زنده رو داشته باش. از توی خیابون استقلال بریم به سمت گالاتا تاور. اونجا چی نوشته؟ فضول. چی؟ فضول. فضول عبده. یه چیز جالب بهتون بگم، تو متروش همه یه گوشه وای میستن، بعد هر کی مثلا میخواد پله برقی و راه بره بره بالا، راحت میتونه راه بره. بگیر اون برو. قربت یعنی مترو سوار شی ایستگاه بعد ترشت نباشه. ببینم از کدوم بر بریم. این تایم هم اومدیم چون هوای تاریکش باحالتره، یعنی اینکه گالاتا تاور اون بالا وقتی قشنگه که چراغ شهر رو این داستانا روشنه، وگرنه روزش زیاد حال نمیده. برای همین شب اومدیم. دیدی گفت سلامت باشی. اومدیم خیابون استقلال و این اسپرسو لب خیلی برند خوبیه، یعنی یکی از بهترین برندای کافی شاپ و این داستان هست. از استارباکس خیلی بهتره. خیلی بهتره. کافیاش واقعا خوشمزه تره، فقط اسم در کرده استارباکس. تبلیغ منفی. تمام برندا رو میتونید اینجا داشته باشین، ولی برندایی که مثلا نایک میخری، نایک 2 لیره، نایک آشغال. آره اینجا این باکس پسالار خودمونه. جلوتر هم یه دونه صدف فروشی خیلی باحاله، اونم نشونتون میدم. یه بار یادته با هم رفتیم صدف زدیم، پررو ولی با ادب، وحشی ولی گیاهخوار. خدایی استانبول شباش قشنگه هر جا میری. آره واقعا، یعنی این نو پردازی طرف این جنگلی بنگلی ها دارن. کلن تو تاکسیم که میان تو خیابون استقلال حواستون به 2 چیز باشه، یکی جیبتونه، یکی ناموستون. بلوط میتونین اینجا بزنین قوی، حتی بلال. کارو پیدا کردیم. آره اینجا یکی از بگو اسمش به ترکی ندیه است. خب بیا اینجا نگاه کن. اینجا 2 صدف داره. خب یکیش معمولیه، یکیش تنده. خب وای وقتی بازش میکنی یه دنیاییه. نه بابا، ما یه بار اومدیم اینجا خیلی صدفای خوبی داره، ولی دافای خوبی توش نداره. آقا حقیقت در داف خوبی توش پیدا نمیشه، ولی صدفای خوبی داره. میدیه میگن به صدف. آره آره میدیه. میدیه داف ماف چرا پیدا نمی کنم من؟ داف خوشگل بقل من بده من. اینا رو منظورم بود. پشت من پیدا شد. بگیرون برو. چه؟ خواستم برند دفکتو رو بهتون معرفی کنم، یکی از آشغال‌ترین برندهای ترکه، ولی ایرانی ها میخرن میرن ایران به فامیلاشون میگن ما برند میخریم. پولنبی رو پولنبیر هم حالا میگن، و دفکتو جز آشغال‌ترین برندهای ترکه. آقا همه خارجی ها اینجوری هست. نگار من با یه پدیده خیلی جالب آشناتون کنم، لشترین گربه تاکسی. کورونایی میدیم به همه. آقا این چه گردنی داره، کی جرأت داره به این پسی بزنه؟ گردن رو نگاه بدی. چقدر میدی؟ تو داری؟ گردن رو نگاه. یا ابوالفضل نزدیکی ما داریم میرسیم، ولی دنبال یه تکلیم. تکل سوپرمارکت هاییه که مشروب و آبجو اینا هم داره. یه 2 تا آبجو بزنیم بعد بریم گالاتا تاور. نظرته؟ بله. چی پیدا کردم؟ چه مغازه باحالیه، چه نقاشی های خفنی داره، خیلی باحاله.
گیتاره چه خوشگله، خیلی باحاله واقعا. خوشبول دوک شب شب گربه هاست، شلکس گربه چقدر تو خوله. خب این شما و اینم گالاتا تاور. شب خیلی قشنگ تره. آره این کافه ها خیلی سمه، یعنی تو بشینی اینجا. خب کدومش بشینیم؟ بریم اول یه آبج بزنیم بعد بریم یه آب بریم تکه نه تکه با من بیا. نداره اینجا، این که نداره. آبج خریداری شد، سلامتی خودتون. کرونا نداشت، دو جا رفتیم کرونا نداشت. بقیه شون هم مزه پای پیرمرد میده. صدا شو دم برج گالاتا. کدومو دوست دارین؟ بب نداره، هزینه شو میدیم. نه کلا، یعنی میگم اوکیه. اسکوید گیم زیاد. ببینم کدوم باز چیزشو بخ. قلبشو بخ. دهنت سرویس میشه تا اینو ببری که. اینم از گالاتا تاور زیبا. اومدیم بلیتشو بگیریم، گفتن که دیگه ساعت کاری مثل اینکه تموم شده. آره ولی اون بالا هم ویو باحالی داره. از اینجا میتونید تیکتو بگیریم. برین اون بالا. مگه نه؟ بله. سلامتی همه تون. از اون برش هم بگیریم. دیر رسیدیم یکم، یعنی فکرم شلوغه این تایم میبندن دیگه. ایشالله همه تون برین اون بالا و دیگه بر نگرشون. من اینکه آرزوی شده بگیریم. داریم یک کافه لش کنیم ببینیم چی دارن چی ندارن. گالاتا تاور یه برج خیلی قدیمیه تو استانبول که برج نظامیشون حساب می شده. آثار باستانی و این داستاناست. ولی الان 2021 1348 این برج بنا شده برای جنگ عثمانی و نمیدونم از اینجور داستانا. جای خیلی باحالیه ولی بالا چیزی نره. ما هم که موفق نشدیم بریم بالاش به خاطر اینکه ساعت کاریش گذشته و دیگه الان کافه مفا شلوغه. و اینکه سابسکرایب کنید اگر دوست داشتین از این برنامه ها ببرمتون جای مختلف استانبول. اینجا سابسکرایب کنید. آره اینجا سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، لایک کنید، یه کامنت بذارید، نظرتون رو برام بنویسید. شبتون بخیر. صف پشت برابک، جیبتون هم پر کش، دلار، یورو، پوند. برو بریم.